شیرهای بیبار کننده همونطور که از اسمشون مشخص هست به دنبال این هستن که فشار، نیرو و باری که در مدار هیدرولیکی اعمال میشه رو از بین ببرن. چرا به دنبال این هدف هستیم؟ در بعضی از مواقع ما میخواییم در مدار هیدرولیکمون فشاری وجود نداشته باشه، جریان و فلوی روغن هیدرولیک ما نداشته باشه، ولی نمیخوایم این کار رو با خاموش کردن پمپ انجام بدیم، چون پمپ یک قطعه الکترونیکی هستش. برای اینکه به دور نامی و دور اسمی خودش برسه شدت جریان حالا بالایی رو میکشه و اگر بخواد دفعتن و چند بار این کار انجام بشه روی عمر مفید الکتروموتوری که به پمپ متصل هستش تاثیر میذاره. پس ما به دنبال این هستیم بدون خاموش کردن پمپ در حقیقت مدار هیدرولیکیمون خاموش بشه. برای این کار در مسیر خروج روغن هیدرولیک از پمپ به سمت بخش‌های دیگه مدار هیدرولیک یک شیر دیبار کننده میایم قرار میدیم و زمانی که میخوایم فلو و جریانی در مدار هیدرولیکمون نداشته باشیم این شیر بیبار کننده عمل میکنه، مسیر خروج روغن هیدرولیک به سمت قسمت‌های دیگه مدار هیدرولیک رو میبنده، از اون طرف مسیر خروج روغن هیدرولیک رو به سمت مخزن باز میکنه. یعنی زمانی که شیر بیبار کننده عمل میکنه و در مدار اصطلاحاً باز میشه باعث میشه که یک عمل سیرکولیشن از مخزن به پمپ، از پمپ به شیر و از شیر به مخزن صورت بگیره و ما بدون اینکه پمپ رو خاموش بکنیم در حقیقت مدار هیدرولیک رو متوقف میکنیم و اجازه اعمال فشار و در حقیقت فلو و جریان رو به روغن هیدرولیک نمیدیم.